روز چهارشنبه اعلامیه از آدرس وزارت خارجه حکومت سرپرست افغانستان منتشر شد که در آن از ممنوعیت سفر زائران 40 افغانستانی به عراق به دلیل مشکلات امنیتی خبر داده شده بود. در پی انتشار و بازتاب گسترده آن، سید محمد حسینی سخنگوی وزارت حج و اوقاف افغانستان به رسانه ها گفته که خبر ممنوعیت سفر زائران شیعه افغانستان به کربلا دروغ است. فارغ از درست یا دروغ بودن این خبر، اما نباید فراموش کرد که طالبان در یک سال گذشته فضایی در افغانستان به وجود آورده که زندگی برای مردم این کشور به خصوص شیعیان ناامن شده. پس چگونه میتواند به بهانه ناامن بودن عراق که در حال حاضر میلیون ها زائر اربعینی در آن حضور دارند مانع سفر شیعیان افغانستان به عراق شود؟ از سوی دیگر لازم به ذکر است که بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامت‌ظله همواره در سخنرانی ها و رهنمودهای مختلف خود بر لزوم تسهیل سفر زائران تاکید نمودند. همچنین ناگفته نماند پس از درخواست مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظمی شیرازی دامت‌ظله در کشور عراق مبنی بر باز کردن مرزها به روی زائرین خارجی، عراق اجازه ورود به زائران پاکستانی و افغانستانی را داد. شایان ذکر است میلیون ها شهروند افغانستانی پاکستانی و سایر اتباع خارجی که سالهاست داخل ایران اقامت دارند ورودشان از طریق مرزهای زمینی به عراق ممنوع بوده و دولت عراق فقط به آنها اجازه ورود از طریق مرزهای هوایی برای زیارت اربعین را داده بود.